فوتبالیست ها قسمت 109. شوت چرخشی، شوتی میزنم که تو خوابم ندیده باشی. با این که صدقی جلاش اجاد کردن توپ و طوری زد که از بالای سرشون رو بور کرد. اون چرا اینطوری شوت کرد؟ خیلی بالا زد. شوت چرخشیه. این یکی از بهترین شوتهاییه که سوبا زده، در حالی که توپ دور خودش میچرخه مستقیم به طرف دروازه تیم توها در حرکته. کنار خط دروازه است. دروازه بان میره که توپو بگیره. بکشی زوبا، موازه باش. بکشی زوبا. دروازه بان به طرف توپ پرید و خودشو با مسیر حرکت توپ هماهنگ کرد. اینطور که معلومه میخواد از تجربه اولین شوتی که گرفته استفاده کنه. باید بگیرمش. ضربشو گرفت. باکاشی زوما موفق شد درست روی خط دروازه با یه دست توپو بگیره. شوت چرخشی با شکست مواجه شد. یعنی تونست شده سوبا رو بگیره؟ میبینی که گرفت. گرفتش. برای شوتی که سوبا کرده هنوز کاملا از حرکت نایستده. به علت ضرب زیادی که توپ داره با دروازه بان وارد گل میشه. شاهین گل مساوی رو به ثمر میرسونه. مساوی شدن با شوتی که سوبا کرد. تیم شاهین موفق شد نتیجه رو برابر کنه. بازی مجدداً با ضربه بازیکن تیم توها شروع خواهد شد. تاکشی به کاکرو پاس بده. برو مواظب کاکرو باش. باشه. تیم شاهین حسابی کاکرو رو محاصره کرده. کاکرو به کیو که پاس میده. یه تک میکنه و موفق میشه. با روحیه جدید که اعضای تیم شاهی پیدا کردن با این روش دست زمینی وارد زمین توها شدن. بگیرش. شاهین فوری دست به همه زده. سوبا دو مرتبه توپو گرفته ولی به علت جراحات وارده نمیتونه بازم شوت چرخشی رو بزنه. دید سومی رو که ریزن از طرف تیم تو به شدت داره مقاومت میکنه. امکان نداره بذاریم یه شوت دیگه بکنیم. عالیه بچه، حالا دیگه سوبا هم نمیتونه شوت کنه. من که نمیتونم زیاد شوت کنم، بنابراین بهتره فعلا به طور معمولی بازی کنم. دکترم سفارش کرده زیاد به خودم فشار نیارم، اینطوری بهتره. سوبا پاس میده و خودش میره جلوی دروازه. توها رو دست خورده. با بودن تاکی در حال حاضر بازی هیجان خاصی پیدا کرده. تاکی پاس میده به سوبا که جلوی دروازه منتظر این پاسه. ببینیم کاپیتان تیم شاهین چی کار میکنه. نه، با خاشی سوبا میاد جلو. نه 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 سوبا میپره. باکاشی زوما همین کارو میکنه. هر دو به طرف تو. باکاشی زوما مواظب باش. در یک زمان هر دو نفر به تو میرسن. حالا باید ببینیم کدوم یکی موفق میشن. اونا بدجوری به هم گره خوردن. اینو بهش میگن فرصت طلایی. باید خودمو به توپ برسونم و یه نوک پا چاشنی توپ کنم و یه گل به نام خودم ثبت کنم. دیگه از این فرصت ها پیش نمیاد. باید برم به کمک باکاشی زوما. چه زودی میره که خود یه ضربه کارو تموم کنه. چونه نیکیزاکی توپ داره وارد دروازه یه بدون دروازه بان میشه. کسی نیست که چراشو بگیره. چی شد؟ آفرین تاکشی. تاکشی شیشه رفت به طرف توپ و با سر مانع ورود توپ به دروازه شد.
تو در آخرین لحظات موفق میشه. منتها معلوم نیست حال دروازه‌بان و سوبا چطوره. حالت خوبه سوباسا؟ چی شد سوبا؟ سوبا خوبم، چیزی نیست، من دیگه به این اتفاقا عادت دارم. بس سوبا عجب طاقتی داری ها، معلومه که درد داری ولی بازم میگه حالت خوبه و به روز نمیاری. خوشم که حالم خوبه ایشی. بابا تو دیگه چی هستی؟ مثل که سوبا حال خوشی نداره. اون با جراحاتی که روی شونه و پای راستش داشته در این مسابقه شرکت کرده. امیدوارم چیز مهمی نباشه و بتونه به مسابقه ادامه بده. چرا انقدر به خودت فشار آوردی سوبا؟ به خاطر زخمات بود که نخواستی با کاکی رو درگیر بشی؟ آره، از همون اولش هم معلوم بود که اگه بپرین هوا به هم دیگه می‌خورین. حقش بود که یه خورده در مورد حرفای آقای دکتر فکر می‌کردی. علتش فقط اینه که کارش خیلی درست. چی؟ پاسی که تاکی داد بادارش کرد سعی کنه یه گل بزنه. با تمام جراحاتی که داره سعی کرد زحمت رفقاشو هدر نده. راستی که سوبا بچه با معرفتی. من که شرمندشم به خدا. ازت متشکرم سوبا. منم ازت متشکرم. فداکاری کردی سوبا. سوبا ایشی جون نگران نباش، من حالم خوبه. حالا بهتره از وقت باقی مونده استفاده کنیم و یه گل بهشون بزنیم که زحمتامون هدر نره. باشه. باشه کاپیتان. حالت خوبه با کاشیزوما؟ بد جوری به هم خوردی؟ مهم نیست بچه ها. پیشونیت خونی شده با کاشیزوما. حاجی کفش باعث شده یه خورده خراش برداره. چیزی نیست، فکرش هم نکنه. تو واقعا حالت خوبه؟ فکر میکنم بی اندازه داری تلاش میکنی و زحمت میکشی. بهتره اینقدر به خودت فشار نیاری. تنها دروازه‌بان ما تو هستی باقشی. میدونم. قبل از اینکه با سوبا برخورد کنم در اثر ضربه توپ زخمی شده بودم. این بارم باز ضربه به همونجا خورد، ولی اصلا مهم نیست. باکاشیزوما، نمیایی بریم خونه؟ بازم میخوای تمرین کنی؟ نه آره، فنن خرافست. میبینمت. نه! چهار سال پیش شونه و پای با کاشیزوما در اثر یه برخورد شکست و مدتی بستری شد. البته عوارض دیگه ای نداشت، ولی خیلی دلم میخواد بدونم حال حالش چطوره. بازی با ضربه کورنر تیم شاهین شروع میشه. تا کی میخواد ضربه رو بزنه؟ هنوز تیم شاهین شانس زیادی داره. بچه ها حمله کنین و بهشون گل بزنین. مقاومت کن تو. افرادی مثل ایزاوا، ناگاوی قد بلند، تاکازوکی و ایشیزاکی جلوی دروازه هستن. خب تاکی ببینم چی کار میکنی. جراحت سوبا بدتر شده، به خاطر اونم که شده ما باید حتما برنده بشیم. معلوم نیست تیم شاهین چطوری میخواد حمله کنه. تاکی ضربش رو میزنه. اینو باید گل هدف گیری کن. روشن کنم بپرم بالا. به هر قیمتی شده میگیرمش، میگیرمش. چهار نفر از بازیکنهای شاهین به طرف توپ حمله میکنن. با کاشیزوما جلوتر از هم است. بری کنم. با کاشیزوما با یه ضرب توپ صاحب شد و به چهار نفر دیگه اجازه کار نداد. اون امروز مثل همیشه نیست. این که براش کاری نداشت. حالا توپ جلوی سوبا قرار داره بدون اینکه کسی مزاحمش باشه. یکی جلوشو بگیره. کسی مواظب سوبا نیست. دیگه فرصتی بهتر از این پیدا نمیشه. از همونجا میخواد یه شوت چرخه بزنه و کارو تموم کنه. از این شانس ها واقعا خیلی کم نصیب بازی کنی میشه. نه نمیذارم. Thank you.
آمادگی نداره. اوضاع خراب. سوبا بلافاصله یه شوت چرخشی بلند میزنه. سوبا در زدن این ضربه اشتباه کرده. ارتفاع توپ خیلی زیاده. توپ با سرعت و قدرت زیاد از بالای دروازه به اوت میره. شوتم هدر رفت. خیلی بد زدم. سواسا شاید علتش جراحاتیست که داره. هنوز 15 دقیقه از بازی نگذشته. اون دیگه قادر به زدن شوت چرخشی نیست. فکر میکنم درد پاش مانع از این میشه که کات بکشه و شوت چرخشی بزنه. خیلی شانس را بردیم. واکاشیزوما بذار شونتو ببینم. چرا از دستم فرار میکنی؟ توریت شده؟ اگه توریت شده بگو. اگه ناراحت شدی من باید بدونم. معذرت میخوام. علتش زخم قبلیه که ناراحتم کرده. چی؟ واکاشیزوما متاسفم. اوه فکرشم نکنین چون درد زیادی ندارم. میتونم تا آخر مسابقه دوام بیارم. حتی میتونم با دست راستم دروازه رو اداره کنم. نگران نباشین. بچه ها به اطمینان کنیم. من میتونم جلوی ضربه هاشون رو بگیرم. تا حالا شده بهتون دروغ گفته باشم؟ چرا حرفامو باور نمی کنین؟ داری به خودت فشار میاری. آره حق با اونه. این درست نیست که به خاطر کمی ناراحتی جلوی توپو نگیره. مگه اینکه بد جوری زخمی شده باشه. خب دیگه بچه ها حرکت کنین. پس اون چی کاپیتان؟ تنها راه نجات واکاشیزوما اینه که مرتب دست به حمله بزنیم. مجبوریم فقط حمله کنیم. یادتون باشه بچه ها. نباید به بچه های تیمش این اجازه بدیم حمله کنن. اطاعت میکنیم کاپیتان. ازت متشکرم کاکرو. تیم شاهین هنوز متوجه زخم واکاشیزوما نشده. کاکرو تا میتونی از فرصت استفاده کن و بهشون مهلت نده. با شوت دروازه‌بان تو بازی مجددا شروع میشه. حمله کنیم بچه ها. این دفعه نوبت تو هست که دست به حمله متقابل بزنه. اگه تو حالا بدون کاکرو برنده بودی برای این بود که واکاشیزوما رو داشتی. چون واکاشیزوما نمیذاره به همون گل بزنن برای همین احساس آرامش میکنیم. درستش اینه که نترسیم و حمله کنیم. حالا نوبت ماست که به دادش برسیم. اونقدر حمله میکنیم تا کسی نتونه مزاحمش بشه. به هر قیمتی که شده بهتون گل میزن. چی شده پیه ها همشون انقدر با وفا شدن؟ موضوع چیه؟ آفرین بچه ها. بچه ها دارین چی کار میکنین؟ مواظب باشین. توها سریعن دست به هم بزده. شاهین در وضع خطرناکی قرار گرفته. بگیر شوری ماشین. بد شد. سوبا با یه ضد حمله جلوی حملشون رو سد میکنه. کاپیتان تیم شاهین پا به توپ و با سرعت به طرف دروازه تو میره. درسته که شوت چرخشین به هدر رفت، ولی بازی فوتبال که فقط شوت کردن نیست. نشونتون میدم که من شکست ناپذیرم. آفرین به سوبا سا. بچه ها تشویقش کنین. ترهش نداریم. بدوین دیگه. اتحاد میشه. سوبا با گریپ دادن داره چرا میره، ولی ببر تیم تو کاکرو یوگا جلوش ایستاده. مبارزه دو کاپیتان مجدداً شروع شده. کاکرو خاطر جمع باش که دیگه نمیذارم حتی یه وجبم جلو بری. این دفعه دیگه باید حسابی با هم درگیر بشیم. دفعه قبل سوبا حاضر نشد با کاکرو رو در رو بشه، ولی این دفعه میخواد چه کار کنه؟ سوبا این دفعه رو باید با هم رو در رو بشی. سعی کن خودت باشی چون دیگه برام مهم نیست که پات میشکنه یا نه. اون اگه باهاش درگیر نشم فکر میکنه ضعف دارم. باید بهش نشون بدم که اینطور نیست. سوبا مراقب خودت باش. سوبا با پاشنه پاش توپ و طوری میزنه که توپ از بالای سر کاکرو رد میشه. با بخاریم سوبا از روی تکنیک بازی میکنه نه از روی قدرت. دیدی چی کار کرد؟ وقتی شاگرد مدرسه ابتدایی بود برای اولین بار از این روش استفاده کرد. این روش رو عموش بهش یاد داده.
سوبا کاکرو رو جا میذاره. دو دفعه است که داری از چنگم فرار میکنی. سوبا حاضر نیستم به این سادگی عقب نشینی کنم. کاکرو توپ بالای سرشو با یه ضربه برگردون میزنه. توپ به طرف دروازه تیم شاهی میره. آفرین آفرین کاکرو. آفرین کاکرو. تا جلوی دروازه تعدادی بازیکن قرار گرفته. کاکرو با این پاسی که کاپیتان داده خودم میخوام یه گل بزنم. موریزاکی اومده جلو. برای سوری باشی سعی داره به زور یه هد بزنه. واکنش موریزاکی سریع نیست و نتونست خودشو به توپ برسونه. آفرین سوری ماشی. اینو بهش میگن یه ضربه عالی. آه نه نباید بذارین توپ صاحب بشن. آفرین به موقع بود. توپ هنوز در حرکته، بریم دنبالش. سوبا و کاکرو دارن دنبال توپ میرن. این رقابت هنوز به پایان نرسیده. کاپیتان برو جلو. بچه مال خودمه، خودم توپ رو میگیرم. کاپیتان کاکرو سعی داره با سوبا رو در روشه. گرچه به صلاحشی که با افراد تیمش باشه، ولی ترجیح میده خودشو با اون درگیر کنه. علتش هم همون سرسختیشه که همیشه براش درد سر درست کرد. کاپیتان خواهش میکنم شما هم توجه کن. همه این کارا رو به خاطر این میکنم که باهات رو در رو بشن. در هر حال به هر قیمتی شده این کارو میکنم. تا زمانی که داریم با تو هم مسابقه میدیم نمیتونم از درگیری با کاکرو رو گردون بشم. اگه اونو شکست بدم راهی برای پیروزی تیم شاهین درست کردم. سوبا دعوت به مبارزه رو میبازه. حقا میپرن. کاکرو موفق‌تر شد و توپو با سر زد. سوبا خورد زمین. بالا نوبت حمله تو هست. آفرین کاپیتان. این دفعه کاکرو به تنهایی جلو میره. این دیگه بد شانسیه. درد پام لحظه به لحظه بیشتر میشه. کاکرو خوب میدونه که سوبا زخمیه. با این حال حاضر نیست بهش رحم کنه. درست همون کاری رو کرد که با میزوکی کرد، به طوری که حالا تبدیل به یه ببر شده. من شکست بخور نیستم دیگه. حالا کسی نیست که ازش شکست بخورم. با رفتنم به اوکیناوا بچه ها خیلی تو درد سر افتادن. من رفتم اونجا دوره ببینم و تمرین کنم. در عوض بچه ها برای قهرمان شدن زحمات زیادی کشیدن. بنابراین اگه شکست بخورم تمام این زحمات به هدر میره. تیم شاهین به طرف کاکرو حمله برده. کاکرو میخواییم بهت ثابت کنیم تیم شاهین فقط سوبا رو نداره. چیزوزی یه تکیل مستقیم میکنه برای کاکرو از میدون در نمیره. این همون روشیه که زوگیتو در مبارزه با تیم شاهین به کار برد. اون موقع وزنم خیلی کمتر بود. حالا با این وزن سنگین دیگه نمیتونم این کارو بکنم. کاکرو پاهاش خیلی قویه. کیزوگی نمیتونه مقاومت کنه. حق با توئه. بالاخره هم کاکرو پیروز میشه. خیلی بد شد. بچه ها بهتره همه با هم حمله کنیم و جلوشو بگیریم. بازیکنای تیم شاهین دست جمعی به طرف کاکرو حمله بر میشن. بیان اگه تونستین جلو ما بگیرید. اگه همه تونم بیان کاری ازتون ساخته نیست. میخوام همه تونو مهمونه یه شوت ببراسا کنم. کاکرو بدون توجه به خط دفاعی حریف شوت میکنه. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهید دید. Thank you.
پایگاه اطلاع رسانی راسخون.